ده یازده سال پیش بود که برای اولین بار پامو گذاشتم تو استرالیا تو این ویدیو از چیزایی که درباره استرالیا دوست دارم حرف میزنم سلام من احسان مؤسس مهاجر هاب مهاجر یه وبسایت پرسش و پاسخ درباره مهاجرت قبلا درباره خوبی ها و بدی های مهاجرت به طور کلی حرف زدم این ویدیو منحصرا درباره استرالیا است خیلی منصفانه میخوام از تجربیاتم تو این سالا بگم تا دید بهتری بهتون بده مثل ویدیوهای قبلی اینو بگم که اینا نظرات شخصی منه هدفم ترغیب به مهاجرت کردن یا نکردن نیست چون شرایط و سلیقه فرق میکنه حالا بریم تا ده تا چیزی که درباره استرالیا دوست دارم رو بگم امنیت و آرامشش اولین چیزی که درباره استرالیا دوست دارم امنیت و آرامششه به حال کسی که مهاجرت میکنه یکی از مهمترین فاکتوراست براش البته اینطوری نیست که بگم صد درصد دوزی و خرابکاری نیست اما مثلا تو این چند سال خیلی کم درگیری فیزیکی یا لفظی دیدم به حال احتمالش اونقدر کمه که بزنم به تخته یا به قول خارجی ها تاچ وود وقتی تو خیابون رامیری یا شب تو کوچه پس کوچه های خلوت استراب نداری یا خصوصا از مرکز شهر که دورتر میشید خونه ها در و پیکر خاصی ندارن برای کسی که از ایران با اون ذهنیت دیوارهای بلند و قفلای محکم میاد زندگی توی خونه ای که دیوار یا بهتر بگم فنسای کوتاهی داره ممکن اولش سخت باشه اما کم کم دیگه اون اطمینان خاطر به دست میاد چند فرهنگی بودن چند فرهنگی یا مولتی بودن یکی از مهمترین و جالبترین خصیصه های استرالیا است تو همین رابطه بریم یه آمار و ارقامی رو از سرشماری سال 2016 نشونتون بدم خیلی جدید نیست اما خارج از لطفم نیست این وبسایت مرکز آماری دولت استرالیا است. خلاصه داده های آماری برای سال 2016 درباره تنوع فرنگی یا کالترال دایورسیتی تو استرالیا است. مثل همیشه لینکش رو میگذارم توی بخش توضیحات. اطلاعات جالبی در اختیارتون میگذاره که برای خودم هم تازگی داره. مثلا اینجا جدولی داره از محل تولد ساکنین استرالیا توی سالهای 2011 و 2016 و پنج کشور برتر رو فهرست کرده عجیب نیست که استرالیا و انگلیس تو سطرن، اما جالب این که توی سال 2016 این میزان تقریبا کاهش چشمگیری داشت و در عوض متولدین چین و هند درصدشون افزایش پیدا کرده یه خورده برن پایینتر این قضیه رو از نظر اجداد اصل و نصب یا هر چیزی که اسمش رو میگذارید بررسی کرده تفاوتش با قبلی اینه که یه خانواده ممکنه برای یکی دو نسل متولد استرالیا باشند اما مثلا نسل قبلی از چین به استرالیا مهاجرت کرده یه خورده پایینتر درباره زبانهای رایج گفته بعدش درباره جمعیت بومیای استرالیا یا ابورجینالا نوشته که تنها دو هشتمه درصد کل جمعیت استرالیا رو تشکیل میدن بعدم که اینجا جدول مذاهب مختلفه مزیت این اینه, اینه که مثلا زبان انگلیسی به عنوان زبان دومتون پذیرفته شده است مردم تا حد زیادی به عقاید و پوشش همدیگه احترام میگذارن یه چیز جالبی که زیاد دیدم نفع پوشش بعضی از پلیسای هندیه گشتم و تونستم این مطلب رو پیدا کنم که درباره چند فرهنگی بودن و پذیرفته بودن پوشش های مختلف توی نیروی پلیس ایالت ویکتوریا است. مطلب جدیدی نیست برای سال 2017 اما دستتون میاد که منظورم چیه. آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که چند سال پیش یه پروژه واسه خودم تعریف کرده بودم و آخر هفته از یه جای ثابت از مردم عکاسی میکردم مثلا این یه نمونهشه یه زوجی اومده بودن عکسای عروسیشون رو وسط خیابون بگیرن باقی ها توی صفحه فیسبوک هم هست قدیمیان، اما دستتون میاد وقتی میگم کسی کاری نداره که چی میپوشید یعنی چی طبیعت دست نخوردش مورد سومی که درباره استرالیا دوست دارم طبیعتشه این صرفا به این معنی نیست که طبیعتش در مقایسه با ایران قشنگتره اما چیزی که خاصش میکنه بکر بودنشه مسئله اینه که بومیای استرالیا رابطه خوبی با طبیعت و حیات وحش داشتن این روند با ورود اروپایی و زندگی مدرن کمی دچار اختلال شد که اونم برمیگرده به حدودا 230 سال پیش به همین خاطر اینجا هنوز طبیعتش دست نخورده است مثلا حیات خونه ما محل سوخیری انواع پرنده یه موقع شنا کردن مرغ دریایی میاد غذاشو برمیدار و میبرد قوانین و مقررات این یکی دیگه از اون چیزایی که من واقعا ازش لذت میبرم البته گای این قانونمندی دیگه بیش از حدی که قضیه رو پیچیده میکنه درباره این توی ویدئوی بدی های استرالیا بیشتر حرف میزنم اما در مجموع به خاطر این قوانین یه شرایط پایدار تو جامعه برقراره اینو توی ویدئوی خوبی های مهاجرت هم گفتم نظم رانندگی که تو استرالیا است واقعا کیفیت زندگی رو بالا میبره البته اینجا هم ترافیک هست اما اعصاب کمتره اینطوری نیست که یکی بخواد زرنگی کنه و از شونه خاکی جاده از ماشین رو جلو بزنه مثلا تو این 11 سال من شاید حد اکثر فقط 10 تا تصادف سنگین دیده باشم یا یه مثال دیگه بزنم زمانی که تعداد کیس های کرونا بالا بود و یه سری قانون مثل ماسک زدن گذاشته بودن تقریبا بیشتر از 90 درصد مردم اینو رعایت میکردن دلیلش هرچی که هست شاید مثلا ترس از جریمه است اما مردم هم خوب همکاری میکنن یا مثلا فرهنگ صف که من همیشه بهش اشاره میکنم اینجا خیلی خوب رایت میشه دیگه واسه این یکی که جریمه نیست خود جوشه این خورده ریزا جمع میشه و تاثیر مثبت داره تو کیفیت زندگی برخورد خوب مردم یکی از تفاوت بزرگی که بین برخورد غریبه ها تو ایران با اینجا دیدم اینه که اگه بخوام منصف باشم توی حداقل 50 درصد موارد وقتی مردم اینجا چشم تو چشم میشن هم لبخند میزنن یا معمولا آدما با هم مهربونن این ممکنه شهر به شهر فرق کنه اینا تجربیات من از ملبورنه حتی مثلا وقتی که رفته بودیم تاسمانیا یا به قول خودشون تزی این خصوصا توی شهرهای کوچکتر خیلی بیشتر مشهود بود چیز دیگه احترامیه که به حریم شخصی هم دیگه میگذاره سوالهای شخصی مثل اینکه حقوق چقدر نیپرسن یا توی ملبون رسمه که از اتوبوس که پیاده میشن معمولا از راننده تشکر میکنن و میگن thank you درسته که اون شخص کارش اینه اما تشکر کردن مسافر که چیزی ازش کم نمیشه حس خوبی به راننده میده حالا این وسط من این پرانتز باز کنم اگه اولین بارتونه که با این کانال آشنا شدید من هر هفته یه ویدیو درباره مهاجرت و زندگی در استرالیا منتشر میکنم اگه علاقه مندید این کانال رو سابسکرایب بکنید اون ماسموسک معروف رو هم بزنید تا برای ویدئوهای جدید نوتیفیکیشن بگیرید حالا بریم مورد بعدی رو بگم خدمات درمانی استرالیا سیستم خدمات درمانی عمومی داره به نام مدیکر که تا حدی هزینه های عمومی و عملای جرایی ضروری رو شامل میشه. البته این برای اونایی که اقامت دائم دارن یا شهروندن. در اغلب موارد هم واسه عملتون باید برید این نوبت چند ماهه. من درباره این قبلا چند تا ویدیو منتشر کردم که با جزئیات کامل توضیح دادم. مرتبط با این دولت یه سری مزایا و کمک هزینه رو داره واسه خانواده‌هایی که بچه دار میشن. مثلا اگه مرخصی زایمان میرید به طور قانونی کارتون حفظ میشه. و بعد از 6 ماه دوباره میتونی دست سر بگیریدش البته این تبصرهای خاص به خودش رو داره که واردش نمیشه تورم نسبتا کم اوایل سال 2010 که من مهاجرت کردم دلار استرالیا حدوداً 1100 تومن بود الان چنده الان چنده این در حالیه که اون همبرگر که اون زمان میگرفتم 10 دلار الان 11 دلاره یه پرانتز دیگه باز کنم ما به عنوان این مهاجر ذهنیتمون اینه, اینه که سری باید خونه بخریم و مستقر بشیم و الان همه چیز گرون میشه اما خیلی ها رو دیدم که زیر بار محدودیت وام خونه نمیرن تو محله ای که دوست دارن اجاره نشینن یا پول وام و به جاش میرن سفر درسته که آدم باید آینده نگر باشه اما به نظرم اونا هم یه جورایی از زندگی دارن لذت میبرن اعتبار پاسپورت استرالیایی درباره این توی ویدئوهای کوتاه قبلی گفتم پاسپورت استرالیا یکی از معتبرترین پاسپورت دنیاست براتون نگم که چقدر با پاسپورت ایران به مشکل برخوردم و اونجا بود که قدر پاسپورت استرالیایی رو دونستم خدمات و تحصیلات واسه معلولین توی استرالیا خلاف قانون که اماکن عمومی برای افراد معلول غیر قابل دسترس باشه. اینو بریم با مدرک توی وبسایت یه سازمان معتبر تو استرالیا نشونتون بدم. این وبسایت Australian Human Rights Commission در واقع سازمانیه برای حمایت از حقوق بشر تو استرالیا کلا به طور بین المللی. همونطور که می‌بینید اینا فهرست امکانات سازمانه و مراکزی هستن که باعثی دسترسی معلولین درشون لحاظ شده باشه مثلا یکی سیستم حمل و نقل عمومیه که شامل قطار و اتوبوس و غیره میشه خیلی از اینا رو من خودم هم تو سطح شهر دیدم مثلا خیلی عادیه که راننده قطار پیاده میشه و روگذر مخصوص بین سکو و قطار رو میگذاره تا مثلا یکی با صندلی چرخدار بتونه سوار قطار بشه یا مثلا سگایی که به عنوان راهنما خصوصا برای افراد نابینا تربیت شدن این اجازه رو دارن که داخل هر ساختمونی بشن یا مثلا توی مراکز خرید پارکینگ‌های مخصوصی هست برای معلولین یه چیز دیگر رو بگم مثلا این مدت که کنفرانس خبری زنده درباره کرونا بود حتما یکی کنار سخنران اخبار رو با زبون اشاره به ناشنوایان منتقل میکرد مشتری مداری توی استرالیا تا حد زیادی به مشتری یا کاستمر سرویس بها داده میشه این بخشیش به خاطر قانونه بخش دیگرش رقابتیه که بین شرکت های مختلفه مثلا اغلب فروشگاه تا زمانی که قبض خرید رو داشته باشید برای مدت محدود مثلا یه ماه میتونید برید و اون جنس رو پس بدید دلیلش حتی میتونه این باشه که نظرتون عوض شده مرتبط با این برخورد اغلب فروشنده است روی کلمه اغلب تاکید میکنن مثلا وقتی وارد مغازه ای میشید معمولا میپرسن که میتونن کمکتون کنن یا نه و مرسومی که در جواب میگید جاست یا همینطوری دارم نگاه میکنم نمیدونم دقیقا چی میخوام دیگه فروشنده باد کاری نداره اما هستن فروشندههایی که به اصطلاح پوشیان و سعی میکنن جنسشون رو بفروشن یه مثال دیگه بزنم یه فروشگاهی رفته بودیم دنبال چیزی بودیم که نداشت بعد فروشنده فروشگاه رقیب رو پیشنهاد داد گفت فلانجا رو چک کردین اینکه سعی میکنن مشکلی رو ازت حل کنن حتی اگه اونا فروشنده نباشن رو دوست دارن خب اینا ده تا از مهمترین چیزهایی بود که درباره استرالیا دوست داشتم دو تا چیز دیگر رو به عنوان جایزه یا بونس بگم اولیش روم به دیوار دسترسی به دست مثلا هر جایی که هستید اگه گوگل کنید پابلیک دستشویی پیدا میشه دومیش قهوه تو استرالیا من تا قبل اینکه بیام استرالیا قهوه خور یا چای خور نبودم اما فقط همینو بگم که قهوه تبلوری بود در زندگیم امیدوارم این چیزایی که گفتم دید کافی بهتون داده باشه اگه تو استرالیا هستید و واسه هر کدوم از این موارد تجربتون متفاوت بوده اونو توی بخش نظرات حتما بگید توی ویدیوهای بعدی درباره چیزایی که از استرالیا دوست ندارم یا برام عجیبه حرف میزنم ممنون که کردید تا ویدیوی بعدی در فقط ده تا تصادف سنگین دیره.